با آقای صدوندی صحبت میکنیم کارشناس اقتصاد بخش تعاون آقای صدوندی سلام بر جناب روز بخیر به بعضی بله به بعضی گرفتاری ها من اشاره کردم شما فکر میکنید واقعا چرا تعاون نتونسته سهم شایسته خودش رو از اقتصاد ما کسب بکنه سلام از میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر حیدری و بینندگان محترم اطلاعات خیلی خوبی رو شما مطرح فرمودید اما من میخوام به یک مسئله دیگری اشاره کنم ببینید ما الان چهل سال هست که داریم منابع تزریق میکنیم به بخش تعاون کشور و در این چهل سال شما به درستی فرمودید که موفق نبودیم در این زمینه باید بریم به صورت ریشه بپردازیم به اینکه چرا بخش تعاون در رقابت با سایر بخش های اقتصادی کشور در واقع عقب مونده بلده. به باور بنده یک مقداری ناسازگاری در ساختار تعاونی های کشور وجود داره شما اشاره فرمودید که ما بالاخره یک روحیه عدالت طلبانه داریم و در بخش تعاونی سعی شده که این عدالت در واقع در اقتصاد ظهور در واقع ظهور پیدا کنه حضور پیدا کنه اما اتفاقی که افتاده این هست که تفاوت هست بین عدالت و مساوات وقتی که شما به هر فرد یک حق رأی میدید هیچ کس انگیزه برای اصلاح در اون ساختار رو نخواهد داشت بله، حالا شما میخواید اسم این رو تعاونی بذارید یا مسئله دیگری وقتی انگیزه برای اصلاح ساختار نباشه ملازم میفرمایید که به درستی شما فرمودید شما حتی نمیتوانید مدیر عامل مناسبی برای اون تعاونی پیدا کنید در موارد خاص مثل مثلا کشاورزی در دنیا تعاونی ها موفق هستند چرا برای اینکه سهم هر شخص تقریبا معادل همون شخص است یعنی اگر ده نفر در یک تعاونی کشاورزی حضور دارن یا صد نفر حضور دارن در واقع این صد نفر در حال کار هستند در اون تعاونی در واقع یک سیستم اجتماعی پوششی برای اون تعاونی وجود داره به جز بخش تعاونی و بخشی که افراد میخوان مسکن کوچک یعنی مسکن برای خودشون بسازن اگر ملاحظه بفرمایید در کشور ما هم در سایر بخش ها ها موفق نیستند حالا چرا تعاونی تشکیل میشه چرا تعداد تعاونی انقدر زیاده برای اینکه رانت به تعاونی ها تعلق میگیره آقای این دکتر این که سعدوندی به اتفاقاً،, اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردین من سوال اساسیم اینه اگر تعاون اونطور که گفته میشه واجد ظرفیت های بزرگی برای رشد و توسعه و ایجاد اشتغال و اینها هست چرا باید از طریق رانت توسعه پیدا کنه مثلا ما هی تعاونی بزنیم که زمین ارزون یا مجانی بگیریم یا وام کم قیمت بگیریم یا از مالیات معاف باشیم از بیمه معاف باشیم اینجور چیزها اگه این ظرفیت هست چرا باید با رانت رشد کنه اگه این ظرفیت نیست از ما چرا اصرار داریم که این بخش در اقتصاد بزرگ بشه البته تو همین فضا ما خب تاوانی های موفق خوبی هم تو کشورمون داریم مثلا شما شرکت پیشگامان کویدی هست مثلا توزیع های تک هم هست بسیار موفق چند به بودی داره کار میکنه خیلی موفق یا تاوانی های موفق دیگه ولی عملا شاید بشه گفت 97 درصد ما ناموفقن علا علیرغم که بعضی از این رانت ها رو هم گرفتن فکر نمی کنید مشکل اصلی مشکل مدیریت این بنگاه ها و بعضی بسترهای حقوقی و قانونی اونها باشه بله دقیقا همینطور هست جناب دکتر حیدری دقت بفرمایید ببینید اگر ناسازگاری قانونی در ساختار در تشکیل ساختار تعاونی ها وجود نداشت مطمئن باشید که تعاونی حتی جلوتر از سایر بخش های اختصاص میتونست عمل کنه ببینید ما در طی 20 تا 30 سال گذشته یک ادبیات بزرگی در علم اقتصاد و مدیریت شکل گرفته تحت عنوان حاکمیت شرکتی در حاکمیت شرکتی سعی میشه که زینفعان متعددی که در یک شرکت وجود دارند صدای اینها شنیده بشه به عنوان مثال در هیئت مدیره شرکت ها حضور داشته باشند تعاونی مربوط به زمانی بود که این مسائل حاکمیت شرکتی مطرح نشده بود برداشت بنده این هست که اگر ما تع... تعریف تعاونی رو تسری بدیم به شرکت های سهامی عام با این شرط که صدای تک سهامداران و سهامداران خورد شرکت هم شنیده بشود آف. و در هیئت مدیره به عنوان مثال یا در مدیریت شرکت افرادی که سهام خرد دارند اونها هم حضور داشته باشند اگر چنین تفسیر گسترده ای رو از تعاونی ما مطرح کنیم و از لحاظ قانونی فقط این تغییرات کوچکی در قانون به وجود بیاریم به باور بنده خیلی موفق خواهیم بود وگرنه با ساختار فعلی با نظام حقوقی فعلی تعاونی ها در ایران ما همواره فقط و فقط از طریق تنفس مصنوعی در آی سی اقتصادی در سی بله. و آی سی اقتصادی میتونیم تعاونی ها رو داشته باشیم چرا بخش تعاون تو یه سری کشورها ما الان مثال زدیم کشورهای با اقتصادهای خیلی موفق و بزرگ اونجا موفقن اینجا نه بله ببینید ببینی. یک مسئله برمیگرده به تعریفی که از تعاونی در اون کشورها شده به طور مشخص شما در یکی از همین کشورهایی که شما مطرح فرمودید و بنده اطلاع دقیق دارم اون تعریفی که ما در ایران از تعاونی داریم قطعا در اون کشور نبوده دقیق می‌فرمایید یعنی باید. تعریف گسترده تری که بنده مطرح کردم تحت عنوان شرکت‌های سهامی عام چنین تعریفی قطعا ملاک بوده است من توصیه اکید دارم که اگر ما سعی کنیم ساختار حقوقی تعاونی‌ها رو اصلاح کنیم و از اون نگرش ایدئولوژی که به اقتصاد هست و برخی از افراد به دلیل نگرش ایدئولوژیکی که در گذشته داشتند تعاونی رو یک نظام مقدس میدونستن که اتفاقا رابطه هم به اسلام نداره یعنی یک نگرش ایدئولوژیک چپ بوده که الان هم در در دنیا خیلی کمیاب هست و شکست خورده در دنیا اگر اون نگرش ایدئولوژی کنار گذاشته بشه بلید. و ما سعی کنیم از طریق اصلاحات حقوقی تعاونی ها رو قوام ببخشیم انگیزه ایجاد کنیم در افراد که مدیریت تعاونی ها رو به عهده بگیرن شما مطمئن باشید متشکر. که وضعیت تعاون کشور تغییر خواهد کرد خیلی متشکرم آقای دکتر جنابالی به هر حال حتما بخش تعاون ظرفیت های خوبی داره اما نکته اساسی که باید مالکیت رو از مدیریت در شرکت های جدا کنیم اصلاح ساختار حقوقی بدیم اصول حاکمیت شرکتی رو در شرکت های حاکم بکنیم تا به معنی واقعی کلم حضور مردم در اقتصاد پررنگ بشه و محقق بشه خیلی متشکر ما در روزهای آینده باز هم در مورد بندهای دیگری از سیاست های کلی از 44 قانون اساسی با شما صحبت خواهیم کرد. <applause>